حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، لا سيما إمامنا الحسن العسكري عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ایام متبرکه آقا امام حسن عسکری است و سعادتی شد که این جانب امشب در خدمت شما عزیزان باشیم. مطالبی رو نسبت به یک مطلب سفارشی آقای امام بزرگوارمان امام حسن عسکری برای شما بیان کنیم. حدیثی رو آقا بیان فرمودند که بسیار بسیار حدیث عظیمیه. فرمودند: لا یعرف النعمت الا الشاکر ولا یشکر النعمت الا العارف. نعمت خدا را نمی شناسد مگر کسی که شکر نعمت کند، و شکر نعمت را نمی کند مگر کسی که عارف باشد. برای فهمیدن این حدیث آقا مهدی بیا اینجا پلو ما بشین باشه اینجا. احسنت، ماشاءالله چه اسم خوبی داری تو. برای هر کی اینقدر مؤدب هست یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه موضوع شکر شناخته بشود این مقدمه لازم است عرض کنیم. اصولاً شکر نشان انسانیت انسانه، یعنی فرق بین انسان و حیوان در شکره. شما اگر فرض بفرمایید که اینجا یک گوسفند بیارید و برای این گوسفند خیلی غذاهای خوبی رم تهیه کنید جلوش بذارید، یک کله برای شما تکون نمیده، درسته؟ یه سر برای شما تکون نمیده. چون چیه؟ چون درک نمی کند که شما یه انسان برای این حیوان چه کردید. حالا اگر فرض کنید تشنه بود و تا مرگ هم رسیده بود، شما براش آب آوردید، آب رو میخوره، هیچی. اگر شما همین کار رو برای بعضی از حیوانات انجام بدید، اونها فرق میکنن. اینکه شما میبینید یکی از حیوانات محبوب در جامعه اروپایی
آمریکایی و غیره همین سگه است، علتش چیه؟ علتش این است که یه مقدار شکر گذاری بلده. پاس سپاس زحمات صاحبش رو ادا میکنه. پس یک حیوان اگر شکر گذار شد قیمتی میشه. توی انسان چی؟ من انسان چی؟ اون انسانی که شکر گذار نیست، اون انسان نیست. انسان نیست. در بعضی از جاها میبینیم که یک انسان ظاهر انسان داره ولی اخلاق اخلاق حیوانه. لذا قرآن مجید در مورد شکر بسیار تعبیر زیبایی داره. میفرماید من نعمت خودم رو وابسته به شکر میگذارم، اگر شکر کردی نعمتم رو زیاد. این تربیت انسانه که انسان نسبت به خدا شکر کنه، نسبت به انسانها شکر کنه، مرد نسبت به همسرش شکر کنه، سپاسگزاری کنه، همسر نسبت به مرد سپاسگزاری کنه، شکر کنه. شما ممکنه بفرمایید که خانم برای چی شکر کنه؟ خب وظیفه شوهر بوده که برای خانم غذا بیاره، لباس بیاره، مسکن بیاره. چهار تا مسئولیت بر عهده مرد هست. خب این مسئولیت چه انجام داده؟ وظیفه چه انجام داده؟ دیگه شکر برای چی؟ نه خیر. خانم محترم، خانم بسیار محترم، این آقا اگر بخواد به اندازه وظیفش در حق شما رفتار کنه، خیلی کمتر از این معامله و این رفتاری است که با شما میکنه. وظیفه مرد نسبت به زن خیلی وظیفه از نظر حق القسم بهش میگن. چهار حق دارد هر خانمی بر شوهرش. اینا حقوقی نیستش که معمولا در جامعه ما وجود داره. در جامعه ما مرد مهربانه، مرد احسان میکنه، مرد محبت میکنه، مرد انسانیت میکنه و در مقابل باید شکرگزاری ازش بشه. خانم هم همچنین. شما دقت کنید مردهای بزرگوار، خانم شما اگر بخواد به اندازه واجب خودش کار رو انجام بده، کار شما لخته، کار شما لخته، کار شما خرابه. حالا خانم‌ها یاد نگیرن فردا صبح بیان دیگه همون روش واجب رو انجام بدن، بگن دیگه ما فقط واجب رو انجام بدیم. نه، این کار رو نکنن. واجب یک زن بسیار محدود نسبت به شوهر. بگم یا نگم، خانوما اگر یه قول بدن که خلاصه خرابکاری نکنن، شما یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وظیفه خانم نیست که برای شما غذا بپزه. ای داده بیدار. خراب شد کار ها. وظیفه خانم نیست که برای شما لباس بشوره، اتو بکنه، لباس شما را بدوزه. وظیفه خانم نیست که برای شما چکار کنه، بچه شما را شیر بده. ای داده میده تا یه اندازه بچه را شیر نده، نخیر، واجبش نیست. پس این انسانیت، محبت، لطف، مهربانی از یک خانم نسبت به شوهره که برای شوهر سر موقع غذای مناسب طبع، اگر ایشون حالش خوب نیست غذاهای مناسب تر درست میکنه.
عاقلانه برخورد میکنه، با محبت برخورد میکنه نسبت به بچه های این مرد که بچه های خودش هم هستن، همچنین مهربانی میکنه. گاهی شده من در جامعه محترم افغانستان دیدم که آقا خانم رو رها کرده سالهای سال، خانم به بچه ها میرسه، به درسشون میرسه، به علمشون میرسه، به اخلاقشون میرسه، به دینشون میرسه، به همه چیز بچه ها اهمیت میده. من در ونکوور میدیدم خانم 4 بچه رو آورده همراه خودش، چقدر مشقت، چقدر مصیبت میکشه برای این بچه ها تا بچه ها رو بزرگ کنه. در جامعه های فاسد بچه ها رو به تربیت اسلامی، بچه ها رو تو سرما میورد حسینیه، درود بر اون خانم، بچه هاش از راه دور میورد حسینیه. هر هفته مادر میبینم در حسینیه، بچه هایشون رو میشناختم، بچه ها بودن در حسینیه. این مادر، این همون مادری است که قرآن میفرماید الجنت تحت اقدام الامه، بهش زیر پای مادران است. این همون مادره. خب حالا این مادر جای سپاسگزاری نیست؟ واقعا مرد باید سپاسگزاری کنه. خب حالا اگر بگیم ما سپاسگزاری از خدا میکنیم، از خانم چرا سپاسگزاری بکنیم؟ خانم بگه من شکر خدا میکنم، سجده شکر میکنم. عزیزان جوانان به شما سفارش کنم، سجده شکر رو حتما بکنید. این سجده شکر بعد از نماز مخصوصا خیلی وضع زندگی شما رو عوض میکنه، خوب میکنه. خب ممکنه انسان بگه من سجده شکر برای خدا میکنم، دیگه لازم نیست از خانم سپاسگزاری کنم، خانم وظیفه خودشو انجام بده. خانم بگه من از آقا که واجب نیست سپاسگزاری کنم، من شکر خدا رو میکنم، بریم خدمت آقا صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولا امیرالمؤمنین میفرماید روز قیامت که میشود بنده ای رو میارن در محشر. خوب دقت، بنده ای رو میارن در محشر. محشر یعنی چی؟ یعنی صحرای قیامت، همون جایی که حسابرسی میکنن از انسان. پروردگار به این بنده میگد بنده من چرا شاکر نبودی؟ شاکر یعنی نیازت شاکر ها، شاکر. چرا شکر نعمت نمی کردی؟ چرا شاکر نبودی؟ میگه من شاکر بودم. خدایا تو که میدانی ملائکه تو هم شهادت میدن، من بعد از نمازها شکر میکردم، سجده شکر میکردم، نعمتی که تو از تو به من میرسید 100 شکران 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 میگفتم. خدای من شکر میکردم. میفرماد بله تو شکر میکردی ولی کافی نیست. چرا؟ مولا امیرالمؤمنین میفرماید که اگر خداوند به این بنده میفرماید اگر تو از مردمی که نسبت به تو معروف انجام دادند تشکر نکنی از من تشکر نکردی. معروف یعنی چی؟ حالا این کلمه معروف رو هم ترجمه کنیم. شما شنیدید میگن امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی چی؟ معروف یعنی هر کار خوبی رو معروف میگن، هر کار خوبی رو بهش میگن معروف. وظیفه برادر عزیزمون نیست که برای مثلا فرض کنید که شما چای درست کنه، بله؟ شکست وظیفهش نیست برای شما چای درست کنه. حالا اگر شما آمدید وارد حسینیه شدید، وارد مسجد شدید، دیدید بندگان میخوان، از بندگان خدا چای درست کرد، آه یونس برای شما چای درست کرد، آه عبدالعظیم، آه دوستان دیگه همه الحمدلله اینجا خدمتگزار اسلام و مسلمین هستن، زحمت کشیدن چای درست کردن، تا
تو این چای رو بگیری مثل یک حیوان دور از شما بخوری بعدم بذاری سر جاش. خب یک کلمه بگو خیلی ممنون، بگو متشکر. اگر تو بگی من شکر خدا رو میکنم، بگی آقا چه کار دارم؟ این مجلسی که در اینجا برپا میشه، در ولی عصر برپا میشه، در محفل زینب برپا میشه، این مجالسی که برپا میشه، کی وظیفشه که این مجالس رو برپا کنه؟ آیون مسئولین پول گرفتن وظیفه مجلس برپا کنن؟ از راه دور میان زحمت میکشن برای شما مجلس برپا میکنن، گرمش میکنن، خوبش میکنن، مرتبش میکنن، غذا هم جور میکنن. تو بیای بشینی غذا رو بخوری، یه دمه در تشکرم از بچه ها نکنی؟ ای بابا خیلی فرق کرد از یک مؤمنی که تربیت یافته دست خداست، دست اهل بیته. اونجاست که حدیث می‌فرماید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. زبان تو به سپاسگزاری، به شکر عادت بده. شما می‌بینی مثلا در خیابون یه نفر ایستاد شما رد بشی، این معروفه. معروف این نیستش که فقط عرضم به حضورتون شما یه کار واجبی رو باید انجام بدید. میگن امر به معروف، این فقط نیستش که شما اگر نماز نخوندی بگم آقا پاشو نماز بخون، اگر روزه نگرفتی بگم آقا پاشو روزه بگیر. این فقط معروف نیست، معروف انسانیت انسان هم معروف. شما میخوای از خیابان رد بشی، یه ماشین ترمز میگیر، ترمز میگیره شما رد شو، خب یه تشکر کن. متاسفانه بگم دوستان عزیزان، نور چشمان من، مسلمانهایی رو من در این شهر دیدم که این اخلاق رو ندارن در مقابل مسیحیانی که این اخلاق رو دارن. من خودم ملاحظه کردم چندین بار. شما فردا ملاحظه کن، شما یه جایی که مردم عبور و مرور میکنن دقت کن، بعد بگو عرض من درست بود یا نه. ببینی مسلمونه میاد رد میشه، کلش میندازه زیر رد میشه، نگم مثل چی ها، سر میندازه زیر رد میشه. گاهی وقتا نگاه این طرف و طرف هم نمی کنه، نگاه هم نمی کنه. تو وظیفت بوده وایستی ایستادی خلاص. در مقابل میبینی یک انسان مسیحی. چرا؟ این بحث اسلام و مسیحیت نیست. شاید در کتابهای مقدس برادران مسیحی اینقدر که ما در روایاتمون، در قرآن مجیدمون، در سیره اهل بیت، در سیره اسلام راجع به سپاسگزاری و شکر هست، شاید در اونها نباشه. هستش البته، ولی نه به این اندازه. روایتی را آقا علی ابن موسی رضا برای مرقد مقدس سنی صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودند که خدا لعنت کرده است کسانی را که راه معروف را می‌بندند. خوب دقت کنید معنی روایت یعنی چی. من خوشحالم می‌بینم بعضی از جوان‌ها نور چشمان دارن می‌نویسن روایت. من نمی‌دونستم، اگر می‌دونستم با شیخ مصطفی گفته بودم همیشه من میام اینجا برای آقایون فارسی منبر برم. ماشاءالله جوان‌ها می‌نویسن، اهمیت میدن. یه صلواتی خط کنید. اللهم صل علی ایشون. البته مسافرتن، دعا کنید به سلامتی برگردن، سعادتی شد ما خدمت شما برسیم.
امام رضا می‌فرماید خداوند لعنت کرده است کسانی را که راه معروف را می‌بندند. خداوند لعنت کرده است کسانی را که راه معروف را می‌بندند. یعنی چه راه معروف را می‌بندند؟ یعنی خیابون را می‌بندند؟ خب یه راه معروف بستنه، بله. راه مردم اگر شما فرض کنید خدای نکرده یه سنگ بندازی، یه چوب بندازی، ماشینای مردم اذیت بشه، خب این همونه، اینم راه بستنه. اگر شما ماشین خودتون رو بد جا پارک کنید مردم نتونن عبور کنن، اینم راه بستنه، اینم راه بستنه. البته این رو هم خدا لعنت کرده است، فقط پلیس لعنت نکرده، خدا قبل از پلیس لعنتش کرده. بله، چون راه مردمه. در اون زمانهایی که توالت نبود، یکی از مسائلی که در رساله های عملی همیشه علما برای مردم یاد میدادن، شاید شنیده باشید، میفرمودن که خداوند لعنت کرده از اون کسی که دست به آبشو در خیابان انجام بده. من تغوط فی طرق الناس، در راه مردم. خداوند این انسان رو لعنت کرده. خب اون وقتا اینطور بود، دستشویی خیلی جاها نبود. حالا بعضی، البته بعضی ها این کاره میکنن، متاسفم. بعضی جاها رد میشیم این بوی گند بلنده، وای وای. اینا رو خدا لعنتشون کرده. البته مقصود فرمایش آقا امام رضا فقط این نیستش که تو خیابون ماشین رو پارک کرده یا تقوّد کرده، نه، راه خیر رو میبنده. من یه مثال برای شما بزنم. دوستان همین مؤسسه جوانها آمدن 20 یورو، 50 یورو، 100 یورو، هر قد که امکانات داشتن پول رو هم گذاشتن، یه صندوق درست کردن. فرض کنید این کار خیلی خوبیه. خب یعنی آقا اومد 100 یورو گذاشت، آقا هم 100 یورو، آقا هم 100 یورو، شد 300 یورو. یه آقای مثل شما، یه آقای اومد 300 یورو قرض کرد، درست شد؟ به حساب این که مایی مثلا فرض کنید 20 یوروشو برگردونه، اگر این آقا پولش لازم شد بیاد از صندوق پولشو برگردونه. اون آقا اگه خواست ازدواج کنه انشاءالله، خواست پولشو برگردونه، بیاد برای اونه هم که ازدواج کردن و هنوز شیرینی ندادن یه صلوات بفرستیم. نه ببین، صلوات شما خیلی بیجون بود، شیرینی نمیاره این صلوات شما. اگه میخواید صلواتی بفرستید که شیرینی بیاد، یه صلوات مردانه بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای اینکه دیگه خجالت بکشه نیاره شیرینی رو، یه صلوات سوم بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. من که اسمشو نبردم، گفتم یه عزیزی از عزیزانمون، هیچ اشارم بهش نکنید، اگر کسی هم میشناسه نگاش هم نکنه. خب حالا که آقا احتیاج پیدا کرد بیاد پولشو برگردونه، 100 یوروشو بگیره بره ازدواج کنه، این آقا اومده 100 یورو رو که 300 یورو رو گرفته براس ماهی 30 یورو رو برگردونه، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شیش ماه برنگردون. خب حالا کی ضرر کرده در اینجا؟ مؤسسه خیریه ضرر نکرده، بانک اسلامی ضرر نکرده، کی ضرر کرده؟ این بنده خدا ازدواجش تأخیر پیدا کرده. راه معروف رو اینطور بسته می کنند. بار دیگه اگر ایشون در جیبش پول 5000 یورو هم پول باشه، بگن بابا بذار اینجا دو نفر استفاده کنن از پول قرض الحسنه، میگه نمی کنم این کار. یه بار من این کار کردم، توبه.
یه بار پول گذاشتم، بعد از چند ماه که پولم لازم شد دیگه برنگردوندن. این راه معروف بستنه. راه معروف بستن این است که از این بدتر یه روایت یادم اومد، اونو برای شما بخوانم. فرموده که سه گروه هستن خداوند به آخرت عذابشون را تأخیر نمی اندازن، فقط در دنیا عذابشون میکنه، قبل از مرگ عذابشون در دنیا انجام میده. ثلاثون لا یعجل عقوبته، در دنیا عقوبت میشن. کیان؟ عقوق الوالدین والبغی علی الناس و کفران الاحسان. کسی که نسبت به پدر و مادرش تشکر نکنه، هر قدر میتونی. یکی از علما چند روز پیش از جایی گفت بخوام برم مشهد، والد ایشون در مشهد دفن بود، گفت من قبل از این که برم حرم مقدس آقا علی ابن موسی رضا میرم سر قبر پدرم، برای پدر یه فاتحه میخونم، قبر پدرم رو میبوسم. یه تعبیری من در نوشته های شما محترمین دیدم، خیلی خوشم آمد از این تعبیر. این در بعضی از جوامع دیگه نیست. شما نسبت به پدر تعبیر قبلگاه میکنید. خب خدا فقط قبله ما خداست و کعبه، درسته؟ ولی این سپاسگزاری شما رو میرسونه، این انسانیت شما رو میرسونه که شما نسبت به پدر قبلگاه میگید، این انسانیت شما رو میرسونه که وقتی شما از در وارد میشی اول بری دست مادر رو ببوسی، ای جانم، بعد بری وارد خانه بشی، بعد بری نماز بخونی، نماز تأخیر بنداز، برو اول دست مادر رو ببوس، دست پدر رو ببوس. عقوق الوالد 700,000. بله، روایتی که ما داریم راجع به بوی بهشت، 700,000 فرسخ عطر بهشت همه میشنون از دور. بوی گل عطرش مثل عطر فرانسه هست، میگن عطر خوبی داره در فرانسه، ولی این بوی عطر رو عاق والدین نمیشنند، نمیشنند. اینقدر از بهش دوره که این بو رو نمیشنند. این یک، حقوق الوالدین. دوم، ظلم کردن به مردم. کسی که به مردم ظلم بکنه خدا در همین دنیا انتقامش رو میگیره، به آخرت نمیفته. حالا ظلم فرق نمیکنه که گاهی وقتا ظلم به سیلی زدنه، گاهی وقتا ظلم به همین راهه. آقا پول گرفتی از قرض الحسن از بنده خدا، سر وقتش پول برگردون، یه روز زودتر پول برگردون که اگر فردایشون خواست پولشو بگیره پولشو داشته باشه. راه خیر رو نبند بر روی مرد. مناعن للخیر معتدن عظیم. این قرآن در یه آیه از مبارکات آیه اینو میفرماید، بعضیا مناع الخیرن. همین جمله که آقا امام رضا فرموده بودن خدا لعنت کند، چی بود جمله امام رضا؟ خداوند لعنت کند کسانی که راه معروف را میبندند. لعن الله قاطعی سبیل المعروف. قرآن میفرماید مناع للخیر، مانع خیر میشه. حالا یه مثال دیگه هم بزنم برای شما. آقا میاد میگه من میخوام ازدواج کنم. شما دختر میشناسید؟ اگر دختر میشناسید معرفی بفرمایید. حاجی میگه بله من میشناسم. میشناسید؟ یه صلواتی خواهد. اگه تو نمیشناسی حاجی اینجا میشناسی.
این یکی از کارهای بسیار خوبه، یکی از خدمات بسیار عالیه. اگه جوانا حال دارن بگم براشون یه صلوات بفرستن. اللهم صل على محمد. انت ما صليت على محمد، ما ناوي الزواج، خلص افتح. ما له دخل بالموضوع. فرمودن الآباء ثلاثة، أبو ولدك، أبو علمك، وأبو زوجك. فهمت ليش قلت لك أنت مو مهم بالقضية؟ لأن ما رفعت صوتك بالصلاة. فرمودن پدر، سه پدر در جامعه ما داریم. یه پدر هم آقایی است که شما رو پدر ولادتشون پدر دوم پدری است که شما را آموخته. مولا امیرالمومنین میفرمان که اگر کسی یک کلمه به من حرفی رو یاد داد، من عبد او میشم، بنده او میشم. بنده او یعنی چی؟ بخیر من علمنی حرف. خب اینم ابون علمک. مراجع بزرگ اسلام پدران شما هستن، همه مراجع. چرا اینا خون جگر خوردن برای شما؟ شما شاید اینو ندانید جوان عزیز، نوجوان خوب مجلس، شاید شما ندانید که این عالم، این مرجع چرا چشم خودشو از دست داده. همش این نیستش که از نظر موروثی، بیشتر مال مطالعاته، بیشتر مال خون جگر خوردن هاست. شب نگاه، شبها در نور، عرضم به حضورتون، شمع، نور چراغ موشی، میگفتم چراغ موشی، نشست کتاب تألیف میکرد. این بهار الانوار مجلسی ارزش داره. این بهار الانوار، یه دختر خانم داشت صاحب بهار الانوار. این دختر خانم میشست برای بابا چراغ موشی رو درستش میگرد که بابا بشینه کتاب بنویسه. اینا خون جگر خوردن مراجع. حالا یکی میاد هر جفنگی از شده از دهانش در میاد میگه، هر حرفی تونست میگه، حرف دهنشون نمیفهمه، نمیدونه این علما بیشترشون هم آماده شهادت هستن. چقدر در افغانستان، در ایران، در عراق علما شهید شدن، چقدر شهید شدن. چیه سر من هستش؟ این کفنه. عالم کفنش روی سرشه، هر جا او رو شهیدش کردن دیگه خیلی دردسر نداره، میتونی با همه عمامش کفنش کنی. بعضیاشون اهل بصیرتند، از خون جگرهای عرفانی که خوردن. آمد وارد درس حوزه علمیه بشه، من این جمله رو برای اهلش میگم، میای مسجد وضو بگیر، در حد امکان، خدا نکند غسل واجب از کفت رفته باشه، بیای مسجد. آقا درسش اول صبح بود، بعد از نماز چند دقیقه خوابیده بود، محتلم شده بود، حالا وقت درسشه، باید بیاد درس، چاره ای نداره، نمیخواد درس رو تأخیر بندازه. آمد خدمت عالم عارف جلیل القدر، وارد درس شد، ولی عباش رو سرش کشیده، خجالت همون دمه در نشست، نیمد وارد بشینه درست. تمام درس عالم، مرجع، عارف در حالت ناراحتی بود، چون میبینه، چون پشت پرده رو بعضی ها میبینند. چون میفرماید وقتی که من درس تمام شد، آقا خواستن از درس برن بیرون، سر تو گوش من، چی جلو مردم چیزی نفرمودن، سر تو گوش من کردن، فرمودن که
5 دقیقه دیرتر بیای اشکال نداره، ولی قصر بکن وارد شو. 5 دقیقه دیرتر بیا ولی با قصر وارد بشو. این منطق، منطق یک عالم، یک عارفه که از پشت پرده میبینه، مطالب رو میبینه. خب اگر ما از این مراجع سپاسگزاری نکنیم، از این پدرانی که از این پدران معنوی سفارش تشکر نکنیم، خدا رو تشکر نکنیم. چرا؟ چون فرمودن الآباء ثلاثه، سه تا پدر. یک پدری که شما رو به دنیا آورده، یک پدری که شما رو آموزش داده، سومین پدر اون کسی است که شما رو ازدواج داده، کوشش کرده شما ازدواج کنید، موردی رو پیدا کرده، رفته خواستگاری کرده، رفته صحبت کرده، معرفی کرده، زحمت کشیده. خب عبادت بسیار بزرگیه. گاهی وقتا انسان میره وارد میشه، بنده شده، موردی رو رفتم صحبت کردم، متاسفانه جواب بد شنیدم. واسطه خیر گاهی وقتا مشکلم داره. خب حالا اگر خدای نکرده، حالا میخوام بگم راه معروف بستن چیه، اگر خدای نکرده این ازدواج راه افتاد ولی نسبت به خانم عروس، نسبت به پدر، نسبت به مادر شما احترامات لازم رو انجام ندادی، آمدن سراغ این حاجی، این شیخ، گفتن تو کجا دختر ما رو دادی؟ دختر ما رو به کی دادی؟ یک انسان بدذات، یک انسان بد اخلاق. دیگه چیکار میکنه حاجی؟ دیگه میگه اگر عمر داشته باشم آتش روی دست خودم میگذارم. چی؟ در کار ازدواج اقدام نمیکنه. این شده که چی؟ راه معروف بسته شده. برگردیم به مطلب. ما در مورد شکر و سپاسگزاری عرض کنیم خدمت شما. یک شکر، شکر خداست که گفتیم مستحب است بعد از نماز 100 مرتبه انسانها شکر خدا کنن. دوم شکر انسانها، درجه اول شکر، شکر پدر و مادر. درجه دوم شکر، شکر معلم، اون کسی که شما رو یاد داده، اون کسی که شما رو تهذیب کرده، تعلیم داده. و درجه سوم شکر هر انسان، یا ازدواج داده، عرض کردم روایتش رو، الآباء ثلاثه. درجه سوم شکر هر انسانی که کار معروف و خیلی برای شما کرده، کار خیلی کرده برای شما. آقا امام حسن عسکری که ایام آقا امام حسن عسکری بود، فرمود لا یعرف النعمت الا شاکر، قدر نعمت خدا را نمیداند مگر کسی که چی؟ شکرگزار باشد. ولا یشکر النعمت الا العارف، جز عرفا، جز اهل درک، جز اهل فهم، جز اهل ادراک نعمت رو درک نمی کنن. بعضی ها نعمت گیرش میاد ولی درک نمی کنه این چه نعمت بزرگیه. همین وجود مقدس آقا امام زمان صلوات الله و سلام علیه، صلواتی خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از نعمت‌های بزرگ خداست. ما دیروز در جلسه بودیم، یک آقایی که در مورد آینده انسان‌ها از آیین بودایی‌ها بود، آیین مسیحی‌ها بودند، همه ادیان و مذاهب بودن، در مورد آینده انسان‌ها صحبت بود. این آیه مبارکه رو تلاوت کردیم که می‌فرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. عاقبت انسان‌ها مأیوس نباشید انسان‌ها. اگر امروز در هر جای دنیا یک آتشی شعله ور شده، انسانها را می سوزانه، مطمئن باشید که حتما وجود مقدس آقا امام زمان برای اصلاح جامعه بشریت خواهند آمد.
حتما وجود مقدس امام زمان برای شمایی که آماده سازان وجود مقدسش هستید دعا میکنم. در این زیارت من ختم میکنم، امشب روزه نمیخوانم چون شب متعلق به جشنه. در این زیارتی که شما روز جمعه از آقا امام زمان زیارت میکنید، اگرم نمیخونید بخوانید. جوانا هم دعای عهد خیلی خوبه و هم السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. روز جمعه معمولا بعد از نماز جمعه خون نمیشه، صبح جمعه میتونی بخونی. 3 دقیقه طول میکشه، 2 دقیقه دو زیارت کوتاهیه. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. این جمله رو میخوام شرح بدم. عین الله فی خلقه یعنی چه؟ عین الله فی خلقه، چشم خدا در میان مردم. چشم خدا در میان مردم یعنی چی؟ شما چشم چیکار میکنه براتون؟ ها؟ شما چشم راه رو به شما نشون میده، چاه رو به شما نشون میده، راه رو از بیراهه به شما نشون میده. این یکی از وظایف چشم. دیگه چی کار میکنه چشم؟ چشم اگر خطری بر شما آمد به دست شما دستور میده که چی کار کنه؟ جلو اون خطر رو بگیره. درسته؟ این چشم است که موجب این میشه که شما دستتون حرکت کنه و جلو به خطر رو بگیره، پاتون حرکت کنه لا یعقلانه و جلو خطر رو بگیره. پس اینا چشم این کارو میکنه. وجود مقدس امام زمان امروز چشم این جامعه بشریته. در آخر دعای ندبه یه جمله‌ای داره که اون جمله بسیار زیباست نسبت به آقای امام زمان. میفرماید خدایا من رو مشمول دعاهای امام زمان قرار بده. یعنی چی؟ یعنی امام زمان تو رو میبینه، امام زمان حالات تو رو میبینه، گرفتاری های تو رو میبینه، مشکلات تو رو میبینه. آی خواهر محترمی که مشکلات متعدد داری، درد دل میکنی، مشکلات رو به امام زمان بگو. لازم نیست بری تو چاه بنویسی برقه بندازی، لازم نیست عریضه بنویسی، عریضه نمیخواد. بشین 2 رکعت نماز شب جمعه بخوان، با آقای امام زمان صحبت کن. بعد از نصف شب، بعد از نصف شب 2 رکعت نماز بخوان. به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدی 100 مرتبه بعد ذکر رکوع و ذکر سجود 7 مرتبه تمام کردی سجده کن. از آقای امام زمان مطالب تو بخواه، با آقا صحبت کن، با آقا درد دل کن. به خدا قسم جواب درد دل همه رو میده. دری نیست که در باز نشه. این در حتما باز شدنی. فقط ما هستیم گاهی وقتا شکر این نعمت خدا رو نمی کن. شکر وجود مقدس امام زمان رو نمی کنیم. شکر امام زمان چیه؟ خانواده محترمی که در یکی از شهرهای دور زندگی می کنن، شکر امام زمان این است که به هر صورت شده شب جمعه یه یادی از امام حسین بکنه، روز جمعه یه یادی از امام زمان بکنه، ایام ولادات امامان یه چراغ روشن کنه. خوشم میاد از این آیین مسیحی، ایام عید تولد حضرت مسیح چراغ روشن میکنه. میرن یه بز میخرن، میرن نمیدونم یه درخت میخرن، میرن چیکار میکنن، بز مصنوعی میخرن. داستان هایی که در کتاب های دینیشون هست. شما چی؟ من چی؟ ایام تولد امامان، ایام وفات امامان،
سپاسگزاری، یکی از انواع سپاسگزاری ها همین که انشاءالله دوستان عزیزان مراسمی رو داشته باشن، برنامه های رو داشته باشن. خدایا تو را به محمد و آل محمد توفیق شکرگزاری نعمتت به ما عنایت بفرما. از دل آمین بگید عزیزان، چون نعمت شکر، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. وقتی شکر کردی نعمتت زیاد میشه. خدایا توفیق شکر نعمت به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق شکر نعمت مردم، پدر، مادر، معلم، کسانی که برای ما زحمت میکشند، شکر اونها رم به ما عنایت بفرما. خدایا شکر نعمت وجود امام زمان را به ما عنایت بفرما. خدایا شکر وجود مراجع عظام تشیع به ما عنایت بفرما. خدایا شکر وجود خیر انسانهایی که خدمت به ما میکنن به ما عنایت بفرما. من در همین جا قبل از اینکه دعای امام زمان رو بخونم، از تمام این عزیزانی که در این مرکز، در همه مراکز فرما میکنه، زحمتی میکشن، چای میدن، آب میدن، غذا میدن، غذا میپزن، دست همه اونها رو قربتاً الالله میبوسم و از اونها تشکر میکنم. حالا نسبت به وجود آقای امام زمان این دعا رو همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمة ودعاه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا. دوستان عزیزان، قبل از اینکه ختم کنیم من یک تذکری خدمت شما عرض کنم، بعد هم مرخص میشم. 40 سوال اینجا نوشته شده. این سوالا رو برای ولادت مقدس بیبی زینب کبرا سلام الله علیها آماده کردم. همین جوانای خودتون آماده کردن. اولا برای اونایی که این زحمت رو کشیدن یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این سوالا به عربی، البته حالا من ازشون درخواست میکنم که انشاءالله اینو ترجمه به فارسی هم بکنن، که به فرانسوی هم البته ترجمه خواهد شد، به همه زبان‌ها انشاءالله ترجمه خواهد شد. کسانی که این سؤال ها رو جواب بدند یک جایزه بسیار بزرگی دارند. حالا جایزه شو هنوز تعیین نکردن، منتظرن که انشاءالله فکری بشه، اهل خیر دنبال بیفتن و این جایزه شو انشاءالله تعیین کنن. این ممکنه کسی بگه 40 سوال من از کجا جواباشو بیارم؟ شما امروز در هر وبسایتی که وارد بشید میبینید که در مورد زندگی نامه حضرت زینب سلام الله علیها اونجا مطلب داره. هر وبسایتی وارد بشید، به زر زبانی، فارسی، عربی، شاید هم به فرانسوی اند کردید، شما میتونید این جوابهاشو انشاءالله آماده کنید، به جوانهاتون بدید. آن ممکنه شما ها نتونید جواب بنویسید،
ولی فرزندانتون جواب بنویسن. این یک خدمتیه به این که اینا با زندگی بیبی دو عالم، بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا و دخترشون عقیله کبرا زینب کبرا آشنا بشن. سوالات بسیار مهمه برای زندگی خود شما هم، سوالات خوبیه برای زندگی خود شما هم، آموختن راه زینب کبرا. انشاءالله من این سوالات رو دیدم در اختیار برادران که فارسیش هم تهیه کنن انشاءالله و فرانسوی هم بشود و خیلی هم نمونده، وقت زیاد ندارید، از حالا تا ولادت حضرت زینب زیاد نمونده، فکر کنم یک ماه تقریبا فرصت دارید. دقت فرمودید؟ از حالا شروع کنید سوالا رو، پنج تا سوال انشاءالله آماده کنید، پنج تا پیش برید که انشاءالله موفق بشید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برای شفای مریضان، قضاء حوائج، آیه مبارک، بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگارا سید مزدرین ما، امام زمان، تأجیل در فرجش بفرما. پروردگارا جوانان ما در پناه اسلام حفظ بفرما. پروردگارا عزیزان ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. پروردگارا حاجت حاجتمندان مجلس به لطف و عنایتت، به کرمت قضاء خیر بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم در دنیا زیارت اهل بیت، در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. بالنبی و آله و به حرمت سوره المبارکه فاتح مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله، أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، المهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة. خیلی باید از این رسول اکرم سپاسگزاری کرد، این پیغمبری که برای ما آخرین لحظات عمرش دعا کرد و از خدا مغفرت ما رو خواست. نبی الرحمه. السلام عليك يا محمد بن عبد الله، خاتم النبيين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، إمام المتقين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بضعة الرسول، ورحمة الله وبركاته. السلام على السبطين الحسن والحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على سادتي وموالي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، ورحمة الله وبركاته.
سلامی هم خدمت آقا امام حسن عسکری، ان شاء الله قسمت من و شما زیارت سامرا هم بشود، از نزدیک مرقد آقا زیارت کنیم. السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا حسن العسکری یا ابا المهدی و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن وإمام الإنس والجان، عجل الله فرجك وسهل مخرجك وظهورك، رحمة الله وبركاته بأرواح باقشان علماء مراجع صالحين شهداء أمواتهم جم مخصوصا مؤسس، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. يا كنار ويا كنس.